یک بخش از واقعیت دائما در گزارش هامون در هم مجامع داخلی هم خارجی اعلام کنیم. ما باید کارنامه‌مون رو درست ارائه بدیم. من اون وجه رو بهش اقرار دارم و این محاله که این وجه رو بتونم انکار بکنم. اعتماد به نفس از دست دادم. زنان سکولاری که در حال حاضر با مشقت خودشون رو نگه داشتن طی این سالها و هنوز پاکسازی نشدن، از اینکه یک کلمه درباره حقوق زن در محافل عمومی، ممکنه در محافل خصوصی بگن، چیزی به زبان بیارن، از ترس اینکه مبادا زیر ذره‌بین گزینش و پاکسازی قرار بگیرن و بعد از 21 سال تحمل از این هیئت‌های علمی اخراج بشوند، مثل دیگ به خودشون بگن. بینش وجود داره، هر گونه اظهار امیدواری و دستورالعمل برای اینکه زنان سکولار و زنان معتقد به حکومت دینی باید کنار هم بشینن و وایسن و شعار بدن، حرفی بود. حرف من اینه که از اول بنا نبود که حجاب اجباری باشد تا حالا ما بیا بی حرف تازه‌ای بزنیم. حرف تازه‌ای بزنیم چیزی بیش از این نمیخواد، همونی که با ما بعد در سال 57. بنابراین امروز دوران عرصمونم دیگری است. مسئله خانواده، مسئله زن، رابطه زن و مرد، مسئله حجاب، مسئله ارث، مسئله واجب النفقه بودن زن، مسئله حضانت فرزند و ده ها مسئله که ما امروز تو فقه اسلامی چه شیعه و غیر شیعه داریم معتقد هستم که همه اینها باید از پی بنیان بازسازی شود. Ich denke, die deutsch-iranischen Beziehungen waren in den letzten Jahren ziemlich belastet. Belastet waren sie vor allem durch Terroranschläge. فکر میکنم روابط ایران و آلمان در سالهای گذشته دچار تیرگی شده بود. علت این امر قبل از هر چیز ترورهایی بود که از طرف ایران در آلمان و اروپا صورت گرفت. اما به نظر من این ترورها ممکن شد زیرا از یک سو نیروهای حاکم در ایران ترور را مورد تایید قرار میدادند. از سوی دیگر بدون امکانات تدارکاتی که این تروریست ها در آلمان داشتند، امکان تحقق این ترورها در آلمان نبود. به نظرم آنچه که باید جزی از سیاست خارجی آلمان در آینده باشد، از بین بردن این امکانات تدارکاتی است. مراکز رسمی جمهوری اسلامی نباید به عنوان پایگاه های تروریسم عمل کنند. 3 میلیون حدوداً ایرانی در خارج است. همه زخم خوردن و این فضا را که چند روز اخیر می‌بینید فضای روانی آسیب دیده است. شکنجه شدند. شکنجه ادامه داره. حقوق بشر به شدت زیر پای پایمال میشه. همین امروز 13 تا یهودی بدون وکیل دارن محاکمه میکنن. در ضمن روز یکشنبه علی‌رغم کنترل شدید تعدادی تونستن تو جلسه حضور پیدا بکنن و اعتراضاتی هم در داخل جلسه شد.
ولی باز هم اون جمعیتی که به اصطلاح دست میزد، دستای هیستری که روز اولشون میزد، حتی مانع طرح سوالهایی بودش که اپوزیسیون میخواست به عنوان این سوالها رو مطرح بکنه در رابطه با جنایات جمهوری اسلامی، در رابطه با قانون قصاص، در رابطه با قانون سنگسار و در رابطه با نقض حقوق بشر به طور کلی.